سوتی های عروسی ایرونی. سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با من و سامی. اومدیم با یه پارت دیگه از سوتی ها و رقص های باحال عروسی های ایرانی. برای که کلی رقص های باحال سوتی های باحال ببینیم و کلی روی همون عوض بشه و خوش بگذرنیم بدون معطلی. همین الان لایک رو بکنیم، بزن بریم اولین ویدیو بریم. بریم ماما دل بکن، عروس همش مال خودت. چیکار داره میگه؟ داره در گوشش چیزی میگه؟ هم چیزی داره بهش میگه دیگه. دوماد الان داره به ملت میگه که بذار تو حال خودم باشم. کار به جای بایک نکشیده، این دوربین کوفتی رو خاموش کن. 5 دقیقه دیگه ادامه پیدا میکرد بچه دار میشدن. انشالله که هر کی این ویدیو رو میبینه قسمتش بشه، دوماد بشه، عروس بشه، تو بارونه. مادر شوهره رو بکنی ریافت شو میخواست چادر رو بموره بخواهی لفتی ریافت رو بزنی. مگه نه مادر رفتی؟ نه دیگه میخواست چادر رو سرش کنه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ جهانی تا چند نسل شروع شد با قیافه‌ای که این مادر شوهره به خودش گرفته بود. داره داماد الان داره میگه خدا برسه به دادت کاری زرت بیارم. از اینکه کیک میندازم تو دهنم نمیداره از این حرکت برم میاد. داماد کتک میخواد، کتکم خورد. بده بره دیگه. من خیلی از این حرکت بدم میاد. چرا؟ خیلی بدم میاد. خورد به دماغ عروس. دوماد دیگه شورشو در آورده. آهان تمامش کن. یه بار به ما، دو بار به ما. چرا اونجوری میکرد آخه؟ شورشو در آورده بودی. یه عروس گرمه شده لباسشو در میاره. فکر نمی‌کنم اصلا چنین حرکتی می‌زنه تو عروسی. من که فکر نمی‌کنم این عروس بوده باشه. لباسش رو می‌خواد نشون بده. والا این داشت چیز دیگه‌شو نشون میداد. اوکی فهمیدیم تو هم داری عروس خانم. خانم ببخشید یه سوال، چه مراسمی دارین؟ تولد دخترم تولد دوستم که بلا فکر ازدواج نکنه مبارک. ملت چی تولدی واسه بچه‌هاشون میگن؟ بله. زمان ما اصلا از این خبرا نبود. ببین گفته که از این تولد براش گرفتم که حواس نکنه زود عروسی کنه. اصلا نشسته که پوشش هر کس به خودش ربط داره. ما خواستیم چیزی بگیم، ما نظری دادیم، به خودش ربط داره. اوکی. چه رقص خشنیه. جنلم خالو داری چی میزنم؟ اولش داشتیم قشنگ میرخصیدیم، چی شد که یه افتادیم به جونم؟ سوردن که اونا اومدن جدا کردن و الا دعوا میشد. لباست بلو چی بود فکر کنم؟ اشتباه اگه نکنم. نه فکر کنم افغانستانی بودن. دیگه چه مدله؟ دعوت نمی‌کرد. به نظرم عروس خیلی خودشو کنترل کرد.
که به دعوا نافتاد. واقعا نکن تو 6 صبح پاشی بری آرایشگاه خیر زن، این همه پول میکاپ بدی که مثلا بخوای بهترین ورژن خودت بشی، بعد یکی بیاد اونجوری تر بزنه به صورت دادم شوهرت. اتفاقات نادر عروسی ها دستگیری درم کم. قیافه عروس رو سگ شده عروس دومات بی خیاله. این نباید میگفتش که این مهمونه باید میگفت که این خودش فکر کنم مدت ها اینقدر میسابون تو عروسی ها همیشه هم این جمله ها رو تکرار میکرد عروس ها میکنم باورش نشد دقیقاً دقیقاً دیگه اون مغزش دیگه همونجوری بود آفه لباسشون هم شبیه عروس دوماد نبود. حسادت عروس به خانمی که به دوماد دست داد. قیافه رو به نظرت عروس حق داشت که حسادت کنه؟ به من هیچ ربطی نداره به خاطر اینکه شوهر خودشه، اختیار شوهرشو داره، به من چه اصلا، من چه کار دارم؟ نه منظور من اینه که مثلا خودتو بذار جای اون، منم بذار جای دوماد. آره حق داره، من واقعا میگم من آدم سنتی هستم، سنت ها پای بندم، اعتقاد دارم به سنت ها، ما با سنت هامون هستش که نمیدونم دست چی هست. بابا شوخی دست دیگه چی شوخی کردم، یعنی تو چه سوالی هم میپرسی؟ نه نمیشناسی دست دیگه. به نظر من این تو خیلی از فرهنگ ها به رسم ادب دست میده. حالا یک دوست ندارم که دوست نداره، به من چه چه تو چه این خوبه. هم باید بابت این لباس به خیاط پول داد؟ چرا نداد؟ نصفشو باید الان داد، نصفش زمانی که تکمیل شد، چون این بر اصلا این چی نداشت؟ بابا مدل دیگه این بر اون این بر اصلا لباسی در کار خیاط چی کار کنه؟ تو مدل خیاط میدی، خیاط هم این مدلی که تو داری رو برات میدوزه، به خیاط رفت نداره. این برش پاره است مدله؟ از مدل نیست بده دیگه. بازه گوشتر رو اونا اونجا چی کار میکنن؟ وسط کوه بالا؟ یه تیمه مثلا سه نفره یا دو نفره، یه بر یه تیمه سه نفره یا دو نفره یه طرف. غلاب چی شد؟ نه غلاب داره نمیاد. استرسی چی کار میکنن اونجا؟ خوشبخت باشید خیلی فیلمتون خفن بود، ولی اینکه من اینجا سکتر رو زدم با کاری که اینا کردن. چه کاریه با جونشون بازی میکنن؟ من که قشنگ فکر کردم دوماده پرت شد با این اون تیکی که اینجوری شده بود. چه جوری دوماده پرت شد با نیفتاد؟ ناراحت نباش مامان، داماد پول داره. محضی که گفت داماد پول داره، ننه دیگه از این رو به اون رو شد، ننه رفت تو تکنو. پس نتیجه میگیریم که پول حلال مشکلاته. اولش فکر کردم پدر دخترن، تا اینکه چی؟ یعنی شوهرشه داماده؟ باباشه. نه دیگه این زیر نمیشه شوهرشه. نمیدونم این اگه واقعا شوهرش بود و داماد باشه که یعنی یه چیزی باشه قضیه هست، یا کلی زمین به نامش زد، یا ویلا یا خونه، نمیدونم یه کاری کرده. با دیگه شوگر ددی دیگه، نمیدونم میگن طرف شوگر ددی آره زده، همینه دیگه. در رو بیم این بسه، اصلا خجالت نکشین. رقص تناسلی بود؟ هر رقصی که بود یه جوری بود. یه جمع مردونه است، نگران نباش. اوه رقص رو بردن هشام، خدای توبه
اصلا نگران نباشی عزیزم، من همه پسرم، همه مردم. بعد رفته یه حوری آورده براشون برقصه. خب بده مگه؟ دا برسم به دادت کاری. طرف میگه جمع مردم هست، نگران نباش. با وجود این میشه آدم نگران نباشه؟ رقاص بودش میرقصید دیگه، مشکل نداره که. خیلی مشکل داره، مشکلات زیادی داره. تولد 40 سالگیش بود. نه همینطور تو تولد 40 سالگی میرکتا بزنم. قبل از این که زنش بشم این بودم. بعد از این که زنش شدم کار کردی با این بنده خدا که به این حال روز انداختیش. چقدر تغییر تو این 6 سال. اگه تو زندون بود کمتر داغو میشون. قشنگ هیکلش و همه چیزش به هم ریخت بنده خدا. قشنگ نابودش کرد. نه ربطی که به خانمش نداره که، خودش رو ول کرده دیگه. چرا تو زنه داره اصلا؟ من هم دارم اصلا زنه نذاشت بره باشگاه اینا دیگه. خیلی شما مردا پروی. یا میدونم وقتی دیگه. که پیشرفت میکنی نمیگید زنه باعث شد ما پیشرفت کنیم. وقتی زمین میخورید میگید زنه باعث شد. زمین خوردن نبود که ورزش نکرد. کلکل رفت عربی. باید نفت عربی الان؟ رقصیه حجابش کنم پرسیم. چرا بلد نیستی وقت ملت رو میگیم؟ اول فرد این الان رقص عربی بود؟ کجا شبیه رقص عرب بود؟ انصافا شبیه هر رقصی بود عربی. مهم اینه که تلاششو کرده. خب ریده رقص عربی مجلس رو ترک کرد. چه لباس فرض برای اینه که به ما ربطی نداره مدل لباس پوشیدن بقیه، ولی اون کیک چرا اینقدر کوچیک بود واسه اونم آدم؟ کاپ کیک مدل بود شاید واسه عکس، کیک اصلی شاید جای دیگه است. همون دیگه اون همه آدم کیک و این کوچیکی. بس صاحب تولد دی، صاحب تولد ناراحت بود بگم. صاحب تولد از اینکه اینا رو دعوت کرده بود ناراحت بود. خاطر لباس یا کیک؟ آره دیگه اون چی؟ ربطی به ما نداره اصلا. مداخلت نباید بکنی. ولی به نظرم لباس اگه تو تن آدم بشینه مناسب هیکل آدم باشه خیلی زیباتره. جر کردی. یعنی آقا این داره به دوماد یه کدی میده که آره خلاصه این که من بهترم و ببین منو این داستانم. احتمالا داره داماده رو هرس میده، میگه تو باید میامدی منو میگرفتی ببین چی داشتم. دقیقا چی رو از دست دادی؟ رشنگ اینجوری کرد شکون گفت نگاه کن این از دست دادی همه از بین رفت. تو گذشته انگار که این یه رقاصیه که برای مجالس میره و میرقصه، یعنی اینو میبرن، یعنی اصلا جز مهمونا نیست، رقاصه. آره برای عروسیاشون دعوتش میکنن که بیاد برقصه. اونجوری که من توی کامنت های برام خوندم اینجوریه. چه مدل رقصه؟ اوه اوه ایشالله که همیشه رقص و شادی تو زندگیتون بیاد. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که از ویدیومون خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت هم یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.